میهن من، ای فدایت تان بکن من، پرفهار تر از سر گوهر، خود بار که تو بطن من، سرفراز باشی میهن من، ای فدایت تان بکن من، پرفهار تر از سر گوهر، خود بار که تو بطن من. سلام مخصوص بر بینندگان محترم، دوستان، آشنایان، علاقمندانی که از روزهای خودشون یک ساعت مایه میگذارن و تشریف میارن تو برنامه ضیافت گفتگو و ما را از حضور خودشون خوشحال میکنن. ما امیدواریم در آغوش گرم خانواده خود هر جای دنیا که هستید، البته زمانای قدیم میگفتن چهار نقطه، حالا دیگه چهار نقطه نیست، میبینید که 360 درجه از سوار کل زمین از بالا تا پایین از سرپیه از خط سبان به بالا تا سرپیه پایین خودش کنم و چهار نقطه نیست. ولی خب از این سوپر این هستش که ما میگواریم هر جایی که هستید در این کره زمین و اونی که در بین زمین و فضا هست، البته ما دو آزمایش کردیم، یه آزمایش هست که ما هیچی ندارم توی اینترنت ندارم انشاءالله. بله، بعد در یک چیز فضایی هست، آزمایشگاه فضایی هستش که روی زمین نیستش، دیگه تو فضا هست. ما امیدواریم اونها هم همشون خوش و خرم باشن و در راه عبادت باشن، یعنی اون راهی با که از خیر خود تحالی خودتون دارن آماده میکنن، خیلی میکنن در این رو در برش باشن و ما امیدواریم اونهایی که سر ما رو میشنن زنده تشریف آوردی به ما زنگ بزنید، اطلاعات خودتون رو با ما در میان بگذارید و ما امیدواریم که صحبتی باشه که هم بتونن ازش استفاده کنن و مغرضانه صحبت نکنید و ما دوست داریم که حرفایی که میزنید ولی ما مفید باشه. البته ما این خورده را خودمون میگیریم که ما میاییم اینجا میشینیم، یه هفتم بالاخره یه توشه فراهم کردیم که بیاریم اینجا با شما صحبت بکنیم، ولی خب شما هم لطف فرمایید اون مسائلی که دوست دارید صحبت کنید زنگ بزنید و بیایید و این فرمایشاتون رو بفرمایید و ما خیلی خوشحال میشیم. شمارتون رو که دیدیم این اتصال رو برقرار میکنیم، اگر این شماره رو ندیدیم ما رو دوست باشید که به تلفن شما جواب ندیم. هفته گذشته در یکی از این گفتارهایی که بعضی وقتا فیلسوف‌های زمان دور هم جمع میشن یا افرادی که حرفی دارن فلان دارن بزنن، یک کسی یک لغت جدیدی رو مصرف کرد که برای من خیلی خیلی تازگی داشت و من خیلی کنجکاو شدم راجع به این لغت. به انگلیسی گفته میشه
پانو پاتیکان و اینو من براتون هجی میکنم پی ای ان او پی تی آی سی او ان وقتی اینو تلفظ میفرمایید میشه پانو پاتیکان پانو پاتیکان و این لغت خیلی برای من جالب بود و کسی هم که این لغت رو درست کرده و رایج داده کسی بوده که در قرن 18 همی چیزی زندگی میکرده و یک کسی بوده به نام جرومی بنتن جرومی بنتن بوده و در اروپا زندگی میکرده و یک نقشه میکشه که ما که اینقدر زندانهایی که داریم مردم رو تو این زندانها میبرن زمانه بعد سیاه چال به اینا میگفتن یعنی یه چاله هایی بودش که اصلا نور توش نمیرفت سیاه چال بهش میگفتن ولی خب زندان های جدید خب همه چیز دارن کتاب خونم دارن و همه چیز هم هست ولی این زمان چندین قرن پیش بوده و این شخص پیشنهاد میکنه که اول که زندان ها به این حالت تاریکی و تکی باشن بیایید یک چیزی درست کنید که زندانی باشه که شیشه‌ای باشه یعنی شیشه نشکن باشه مثل تلفتوری باشه اون موقع هم تلف فکر نمی کنم وجود داشته باشه ولی خب اینطوری فکر میکرده فیلسوف بوده که اگر ما بیاییم یه زندانی رو درست کنیم که این حفره های هر زندان عوض دیوارهایی که داره و یه دریچه انقدری داره که زندانبان میتونه به زندانی نگاه بکنه عوض این بیایید اینا رو همه رو شیشه بکنید نه تنها زندانبان کمتر لازم دارید برای که زندانبان میتونه اون بالا وایس همه اینا رو ببینه و خود این زندانی ها هم میتونن هوای همدیگه رو داشته باشن مثلا حواسشون به هم باشه و نذارن مثلا کسی کار بدی بکنه فلان کنه به ما از این حرف ها. البته بیشتر به عمق این مسئله که فکر کنید دارید به این نتیجه میسید بله درسته که یه جاهایی هستش که افراد که کاملا خلافی انجام دادن میبرن اون رو برای مدت دیگرشون دارن یا کارایی باشون کنن این محلهای موقتی 10 سال 20 سال 30 سال بعضی تا عمرشون باید برن تو زندان تا اون رو فوت بکنن اگر این افراد واقف بودن عوضی که تو زندان باشن تو همون محل زندگی خودشون بودن اگر احساس میکردن که دیوارها همه شیشه‌ایه همسایه‌ام میتونه ببینه شما رو نه تنها اینجا خیابون که راه میرید همه میتونن ببینن محل کارتون تأثیر دارن میبینن کسب و کاری که دارید میکنین میبینن اگر شیر فروش هستید و یه ذره آب میخواید قاطی شیر بکنید خب همه میبینن خب اصل اینو ما بهش میگیم توحید توحید یعنی این که کسی که ایمان آورد به توحید کسی هست که مثل این که توی چیز شیشه‌ای داره زندگی میکنه و هیچ کارش از چشم اون خالقی که همه چیزو میبینه نهفته نیست یعنی من به هیچ وجه نمیتونم هیچ کاری بکنم که خالقم منو نبینه این فیلسوفی که آقای جرومی بنتن 300 سال پیش همچین حرفا رو داشته میزده نشت میگرفته از قرآن کریم وقتی که میگن الله همه چیز رو میبینه همه چیز رو میشنوه خب فکر کنید اگر همه ما اینو تو خودمون بتونیم پیاده بکنیم به هیچ وجه به همدیگه ستم نمی کنیم به هیچ وجه به همدیگه دروغ نمیگیم به هیچ وجه کاری نمی کنیم که ناراحتی برای کسی دیگه به وجود بیاره کاری نمی کنیم که مثلا اگر یکی رو گوش من بعد به شما بدم یواشکی پای این ترازو رو کج میکنم که چند گرم کمتر بده هر دفعه چرا؟ ما همه مثلی که توی محفظه های شیشه‌ای داریم زندگی میکنیم در مقابل الله سبحانه و تعالی و یه دن که خب بالاخره اینا همش چیزهای شخصی ما اینجا صحبتی که می‌کنیم به هیچ وجه نظر توهین به کسی نداریم نظری نداریم که به کسی بگیم که شما هم اینطوری هستید یا اونطوری هستید به خود مربوط میشه و
اونی که باید اطلاع داشته باشه اطلاع داره. من نیستم، شما نیستی، همسایه نیست، اون خالق هستش که از همه کارهای شما اطلاع داره. و این چند روز گذشته در ایران مثل که یکی از فرزندان آقای هاشمی رفسنجانی یک زمانی در ایران بودن و هنوزم هستن، ولی در اون زمان در این انقلاب فعال بودن، بعد رئیس جمهور شدن، بعد چیزای دیگه شد، ولی خب دیگه از اونجایی که الله سبحانه و تعالی همه رو در تمام مقطع زمان امتحان میکنه، در تمام مقطع زمان برای پیش پای ما کارایی میاد که ما خودمون رو بهتر بشناسیم، محکی زده بشه که ما ببینیم چند مرده حلاج هستیم و آیا یابو ورمون میداره، آیا ما به اون حالتی که هستیم میتونیم بمونیم، استوار باشیم، جلوی کسی سر نیاریم پایین، کس جلوی هیچ کس هیچ کس نباید سرشو بیاره پایین، فقط الله سبحانه و تعالی است که ما ایشون را الله رو قبول داریم و الله رو میپرستیم و الله رو ازش استعانه میکنیم. نعبد یعنی اون عبد ما ایشون هستن، عابد ما ایشون هستن و ما عبد ایشون هستیم. و عبد به معنی برده یا خدمتکار نیست، عبد کسی هستش که در تمام طول عمرش سعی داره میکنه که توی راه صحیح بیفته و بتونه از اون راه به خالق خودش برگرده، طبق آیه انا لله و انا اله راجعون. بله، هفته پیش همین پسر آقای رفسنجانی بالاخره مثل که ایشون محکوم شدن، کارهایی که کردن 10 سال برن زندان. و خب البته ما از اوضاع قضایی ایران هیچ اطلاعی نداریم، نمیدونیم که مثلا یکی که آفتابه میدزده چند روز تو زندان میمونه، یکی که مثلا 1 میلیارد آفتابه میدزده چند روز بعد بمونه، آیا با هم یه ارتباط داره یا نداره. اینا چیزهایی هستش که اون محیط قضایی خب میدونن این ها رو. و ما یک 3 دقیقه 40 دقیقه یک فیلم کوچولویی هستش که آقای هاشمی رفسنجانی که رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران بودن 1-8 سال و بعد یه کارهای دیگه میکردن و فلان، این پسرشون دارن از ایشون مثل که ودا میکنن که برن به زندان. و خیلی جالبه که گوش کنید و ببینید صحبت هایی که رد و بدل میشه بین این دو نفر چی هست، که آیا احساس ندامت میکنه این شخص که کاری کرده که سیستم قضایی ایران، جمهوری اسلامی ایران، ایشون رو برای 10 سال یا هر چند سال به حبس محکوم کرده و ایشون داره میره به اون جایی که باید بمونه برای 10 سال. آیا در این گفتار، آیا در این برخورد شما کوچکترین نشانه عبرت و ندامت در صورت هیچ کدوم این شخص میبینید یا نه؟ ما خواهش میکنیم از اتاق فرمان لطفا این چند دقیقه رو لطف فرمایید بذارید. خواهش میکنم. دانشات بیرون می آید و وارد جامعه می شید برای خدمت و خداوند اجر زحمات طولانیت رو فراموش نخواهد کرد. جامعه هم الحمدلله تا کنون متوجه شده و بیشتر متوجه خواهد شد که در تو زور رفت. خداحافظ.
فیلم وداع درست میکنن برای اینکه یه جور تخریب کنن آرای قوه قضاییه را. حالا رئیس عدلیه میگوید زمین و زمان را دوختن، از همه توان استفاده کردن و فیلم وداع ساختن هیچ کدام اصل را نمیتواند زیر سوال ببرد. قوه قضاییه به حمد الله محکم ایستاده، زیر بار حرفا نخواهد رفت و با اقتدارم کارش شروع خواهد بود. نام این زندان این روزها بیشتر از آن که برای مجرمان عادی وحشت آور باشد، برای متخلفان ناماشنا روباور شده. آذر ماه 93 بود که رهبر انقلاب پیامی به سران سه قوه می‌فرستند. مطلبی که آقا نوشتن اینه. درخواست این است: چه با سمینار و چه بی سمینار، اقدام قاطع و جدی برای مبارزه با فساد صورت دهند. این سمینار و امثال آن بناس چه معجزه‌ای بکند؟ توقع من از آقایون محترم این است که چه با سمینار چه بدون آن تصمیمات قاطع و عملی و بدون هر گونه ملاحظه بگیرند و اجرا کنند. اقدام قاطعی که از سال گذشته تا کنون در سلسله مجازات افراد شاخص، این بار پای مهدی هاشمی را به این ندامتگاه رساند. به غیر از مهدی هاشمی، محمد رضا رحیمی و رئیس سابق تأمین اجتماعی، همچنین میلیاردر نفتی و معاون اجرایی دولت قبل در لیست این برخورد قاطع قرار دارند. در همه دنیا بوده. در تمام دنیا سخت‌ترین کار قوه عدلیه شاید مجازات همین دانه درشت ها باشد. اجرای حکمی که تا زیر سوال بردن کل نظام قضایی پیش می رود. ما برای اینکه برخی از مثلا فرض کنید که وابستگان خودمون را تبرئه کنیم، کل یک نظام قضایی رو سوال ببریم. احکام قضایی صرف یک قشر خاص نیست. هر کسی که محکوم میشه ممکنه وابسته به مسئولی هم باشه، ممکنه خودش هم یه مسئولیت یه وقتی داشته بوده. این که نمیشه ما بگیم فقط احکام قضایی باید برای ضعفا اجرا بشه. بله، همینطور که ملاحظه فرمودید، این چند دقیقه شخصی که محکوم به زندان شده بود و فامیل‌های این شخص به هیچ وجه اظهار ندامت نکردند، به هیچ وجه عذرخواهی نکردند از ملت ایران، به هیچ وجه حالتی نبود که قبول کنند که واقعا جرمی انجام شده و این جرم حتی قبول نکردند. و این مایه تأسف هست که ادعای این افراد این هستش که ما جزو چند خانواده هستیم که انقلاب کردیم. حرف اینا این هستش، این حرفا رو حتما همه شما هم شنیدید که میگن بله ما چند خانواده هستیم که ما انقلاب کردیم و فلان کردیم بهمان کردیم. من نمیدونم اینا واقعا این حرف رو قبول دارن یا ممکنه مثلا زیادی خوردن و هزیان دارن میگن یا اختلافی براشون پیش اومده، یه چیزی بوده که این حرفا رو دارن میزنن. تا اونجایی که ما میدونیم ملت ایران انقلاب کردن، نه 10 نفر شما که 10 تا خانواده هستید، ملت بودن که انقلاب کردن. شما اومدید گوشه از این کارا رو گرفتید و وقتی که انقلاب به ثمر رسید متاسفانه فکر کردید کسی هستید و همچی خبران نیستش. ملت ایران هستن که انقلاب کردن. جمهوری اسلامی ایران به دست ملت ایران به ثمر رسید، نه به دست یک گروهی از این ور، یک گروهی از اون ور، یک گروهی از اون. بله همه با هم داشتید فعالیت میکردید، ولی به هیچ وجه شایسته نیست که شما بگید چند خانواده بودیم که انقلاب کردیم. واقعا خجالت آوره. و طبق همون صحبت هایی که در آمریکا میشه، بعضی خانواده ها هستن که در آمریکا اصلا خجالت نمیدن چی هست، مثل این که به شما هم سرایت کرده در ایران که شما هم خجالت نمیدونید یعنی چی، حیا نمیدونید یعنی چی. به هیچ وجه حاضر نیستید خجالت بکشید. بعضی وقت شرم و حیا بهش میگفتن.
هستن افرادی که بعضی وقتا یه حرفایی زده میشه از شدت خجالت سرخ میشن، خیس عرق میشن. ما ندیدیم هیچ یک از شما به این حالت ها بیفتید. الله سبحانه و تعالی انشالله همه رو حفظ میکنن و هدایت میکنن و به خود بیایید که بعضی از ماها زمانمون یه کمی یه گذشته دیگه، خود من گذشته، بعضی از شما ممکنه نگذشته، ولی خب اونم ما نمیدونیم. الله سبحانه و تعالی هر وقت که قرآن رو کشیدن رو گفتن بیا دیگه، با از خود اختیاری نداریم، باید بریم انشالله رحمان. بله، ما موضوع اصلیمون این بودش که چطور امکان داره افرادی بیان که بله ما فقط چند خانواده بودیم که انقلاب کردیم، یعنی بقیه شما به قول تهرونی قاقین. قاق یعنی اون چیزی که اصلا به درد نمیخوره، اصلا حساب نمیشه. بله، بعد برای ما واقعا دردآور بود که هم چیزی رو بشنویم، چون همه انقلاب کرده بودن که از این دار و دست بازی بیان بیرون، از این حالت هایی که یک مملکت هم هزار فامیله میگفتن قاجارا بودن و پهلوی ها بودن و هم یکی ها بودن یکی ها بودن بیان بیرون. حالا شما میگید ما چند خانواده بودیم، حتی از هزار تا هم کمتر میخواهید بگید بودیم، و این برای ما واقعا سنگین هستش که یک صحبت های همچین از شما بشنویم که خود رو همه کاره میدونید و خود رو طوری میدونید که فکر میکنید تمام 75 میلیون جمعیت ایران یا 85 میلیون جمعیت ایران باید مدیون شما باشن، و این کاملا غلطه. هر گلی به سر خودتون زدید، هر گلی به سر ملت زدید، به سر خودتون زدید، و هر کار خلافی که از این خانواده ها سر میزنه فرق نمیکنه کی باشید، و این چون میریزه بیرون، این یه خفت و خاری که برای همه ملت هستش. یعنی ما کاملا شرمنده هستیم از کارهایی که اینطور داره انجام میشه. و بعد در همون راستای صحبت این آقای فیلسوف انگلیسی مال اروپا هست، ببخشید، بله، آقای جرومی بنتن بنتهم بوده، و ایشون یک زندانی رو طرح میکرده که عوض دیوارهای معمولی دیوارهای شیشه‌ای داشته باشه و تمام زندانی ها همه مراقب هم هستن و یک زندانبان اصلی هم اون بالا وایساده میتونه مراقب همه باشه، یعنی امکان این که کسی خلاف بخواد انجام بده خیلی کمتر میشه، و اگر هم کسی خلاف انجام بده همه میبینن. یعنی اون حالت آگاهی از خود میشه که باعث میشه که این کارو نکنه، و این شخص داره راجع به الله داره صحبت میکنه، راجع به وحدانیت الله، به توحید داره صحبت میکنه، که وقتی که شما توحید رو قبول کردید به هیچ وجه حاضر نیستید کاری رو که امکان داره خوب باشه نباشه انجام بدید. ولی از اونجایی که همیشه همه میگن که بله ما انسانهای جائز الخطا هستیم، خب جائز الخطا اینا ما درست نفهمیدیم، ما همه کمبود داریم، یکی عقلش کمه، یکی زورش کمه، یکی چشماش نمیبینه، یکیش هم گوشش نمیشنوه، اینا همه کمبودهای مختلف هست. بعد بعضی وقتا خب بعضی ها مثلا گوشش ممکنه خیلی خوب بشنوه، تیز گوش باشد، تیز هوش باشد، رب فلان باشد، اینطور باشد. این هستش که به مجردی که آگاهی پیدا کردی، آگاهی پیدا کردی که تمام وجود شما رو خالقی خلق کرده و در تمام مدت زمانی که هستید خالق میبینه شما رو، تازه بعد از این هم که از این هستی رفتید یه هستی دیگه، باز این ارتباط برقراره. در هیچ مقطع زمانی هستی شما بدون خالق نیست هستید. الحمدلله رب العالمین. دیدم که صحبت اینطوری کردیم و این عینکامون هم هی چیز میشه، ما چشامون خیلی بدجوری ضعیف شده، یکی از این عینکای چند دید باید بگیریم که بتونیم قشنگ ببینیم ان شاء الله رحمان. بله، بذارید برگردیم اینجا. بله، تو این نوشته هایی که ما اینجا گذاشتیم که انشالله با شما در میون بگذاریم، یه چیزی جالبی اینجا در ایران در یکی از این مجله ها نوشتن که من دوست دارم بخونم. بارها ما اینجا گفتیم از
دو ماه پیش، سه ماه پیش که قاصبین سرزمین های فلسطین و نخست وزیرشون چنان شکم خودشون دارن پاره میکنن که آی داد و بیداد، این قرارداد اینطوره اونطوره فلانه، به ما هی گفتیم بابا اینا همش جنگ زرگریه. بعد یکی گفتن آخه جنگ زرگری به انگلیسی چی میشه؟ زرگر به انگلیسی میشه gold smith. smith یعنی اون کسی که با کار میکنه. silver smith داریم، gold smith داریم. اینا افرادی هستن که تبحر و تخصصشون در یه چیزی هست، یکی به طلا هست یکی به نقره هست. بعد ما گفتیم gold smith fight یعنی جنگ زرگری، و یکی هم اینو برداشته در ایران اینطوری نوشته، این مال هفته پیشه که اینطوری نوشته که ما بخونیم براتون انشاءالله. دو رفتین؟ آها اینجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. بله اینطوری شروع میشه که نوشته مخالفت نخست وزیر قاسبین سرزمین های فلسطین با توافق وین برای تشویق ایرانیان به پذیرش آن است. خب به این نگاه ما به این گفتیم جنگ زرگری، قشنگ به فارسی قشنگ اینطوری نوشته، ولی ما به این جنگ زرگری میگفتیم. یه بار دیگه میخورم، مخالفت نتانیاهو نخست وزیر سرزمین های نخست وزیر قاسبین سرزمین های فلسطین با توافق وین برای تشویق ایرانیان برای پذیرش آن است. یعنی اگر چی این خیلی بده، پدر ما خواهد در اومد فهم یه او بس اگه اینطوره قبول کنیم. کور خونده آقای نتانیاهو. بله بعد حالا بغزش هم میگه یه کسی هست خیلی این آقا رو پا میشناسیم اینجا، یه آقایی هست به نام آرن دیوید میلر، قد بلندی داره، راغف هست، یه مقدارم انسانیت توش میشه پیدا کرد، یه مقدار نه انقدر. نوشته کارشناس ارشد مؤسسه وودرو ویلسون. وودرو ویلسون یک رئیس جمهوری بوده که در زمان اون کارهای خیلی 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 بعد کلیدی انجام شده که یکی از اونها وجود همین بانک فدرال ریزرف هست که بهش میگن فدرال ریزرف بانک، یا میگن فدرال ریزرف، حالا بانک هم حتی نمیگن، بعد میگن فدرال ریزرف میگن، که در زمان ایشون این کلید خورده در زبان آقای ویلسون. برید پیپر بگیرید، در بیارید، بخونید، یاد بگیرید، آگاهی پیدا کنید. بله در مطلبی که نشریه فلان نشریه آمریکای صهیونیستی هست منتشر کرد، به تحلیل توافق وین پرداخت و نخست وزیر رژیم صهیونیستی یا عامل مهمی در دستیابی به این توافق معرفی کرد. با تحلیل توافق وین پرداخت و نخست وزیر رژیم صهیونیستی را عامل مهم در دستیابی به این توافق معرفی کرد. در این مطلب با عنوان نتانیاهو برای توافق هسته‌ای باید جایزه نوبل بگیرد می نویسد اگر این توافق اجرا شود نخست وزیر اسرائیل باید جایزه صلح نوبل بگیرد. وی در ادامه به مواضع جنجالی و شدید نتانیاهو علیه ایران از ساها پیش پرداخت، معتقد است که این جار و جنجال ها بود که باعث شد آمریکا متحدان خود را برای مذاکره و توافق با ایران پای میز بیاورد و در نهایت با توافق وین ختم شود. بفرمایید. کارشناس و مؤسس ویلسون همچنین در پایان به مخالفت شدید نتانیاهو با توافق ژنو لوزان نتانیاهو توافق وین پرداخت می نویسد این مخالفت های شدید سر مایه لازم را برای عرضه این توافق در داخل ایران دارد و این منطق شکل گرفت که وقتی مخالفت قاسبین سرزمین های فلسطین تا این حد شدید است حتما آنچه شکل گرفتی برای ایران خوب است. گفتیم این از اول جنگ زرگری. خب
ولی اینا رو همه رو کور خوندین شماها، نمیدونین که خود ایرانی ها هستن این جنگ های زرگری رو اینا درست میکنن، اینا هستن که این چیزا رو کلید میزنن. بله خوب است. بله علاوه رقم فضا سازی های رسانه‌ای درباره اختلاف و تیره شدن روابط واشنگتن و تل‌آویو در برابر توقع هسته‌ای، نتانیاهو چند پیش گفته بود برای روحانیونی که در تهران حکومت میکنند اسرائیل شیطان کوچک و آمریکا شیطان بزرگ است. آنها میگویند که قاصبین سرزمین های فلسطین همان آمریکا و آمریکا همان قاصبین سرزمین های فلسطین هستند. آنها در این مورد کاملا درست میگویند. ما در کنار هم ایستادیم و اونها هم در کنار ما ایستادند. بله خب اینو زیاد چیز نمیبرد که یکی بتونه اینو درست درک کنه که امریکا از زمان آقای جنگ دوم جهانی دیگه، از وقتی که آقای روزولت یک پیشنهادی دادن به نام پیشنهاد آتلانتیک و خواستن که نفوذ امریکا در خاورمیانه به وسیله ایران و در آمریکای جنوبی به وسیله برزیل انجام بشه و این اقدام در برزیل رفت انجام شد که برزیل میدونید یکی از کشورهای خیلی پیشرفته و خیلی صنعتی و سر پای خود ایستاده است و از لحاظ اقتصادی هم برزیل مقام این هم چندمی داره در دنیا. اونهایی که میدونید به ما زنگ بزنید و بگید. بعد همین برنامه قرار بود در ایران اتفاق بیفته که چرچیل که ارتباطی با زاینیستا داره مخالفت کرد و چیز کرد که شما لطفاً از این پاتون از گیری میتونه اینقدر بیشتر دراز نکنید که اینجا منطقه نفوذ ما است، شما هر آمریکای جنوبی مانعی نداره برید هر کار بکنید بکنید. البته اونم به این سادگی نگفته چون آرژانتین اونا برای خودشون برمیشون. به هر حال ایران رو گذاشتن نشد جزو این پیشرفته اون زمان که در میشونست با امریکا هنوز قاصبین سرزمین های فلسطین در یک چیز مرحله خیلی کمی هم بود، یعنی به جایی نرسید و اگر اون موقع این روابط اون موقع در زبان آقای چیز بود اسمشون آقای عجب ها من یادم رفت اسم این شخص دلانور روزولت، الله اکبر، آقای روزولت نذاشتن این به اصطلاح ارتباطات اون زمان با ایران برقرار بشه. خب فکر کنید سال 1945 همون موقع هست که یه عده‌ای از تمام سراسر دنیا بلند میشن میرن به سرزمین های فلسطین رو شروع میکنن تق و تق و نق و نخ کردن. این نقشه بود که امریکا میخواست انجام بده و انگلیس ها جلوش رو گرفتن، در زمان مصدق هم باز جلوش رو گرفتن و حالا هم که خب دیگه نمیدیم چه خبر داره میشه، انشالله که خیر باشه. و ایشون آقای نتانیاهو درست میگن که امریکا در جیب کوچیک ما قرار داره و ما هر چیزی بخواییم میکنیم و امریکا نمیتونه کوچکترین عکس العملی نشون بده. اگر به نفع ما بود تا حالا ایران رو صد بار بهش حمله کرده بودیم و زده بودیم، چون به نفع ما نیست نمی کنیم و چون به نفع ما نیست امریکا نمی کنه، چون به نفع ما نیست و امریکا نمی کنه ما می خواهیم این اصلا خودش خفه بشه. تمام این قراردادها و تمام این صحبت ها این هست که تو خودشون خفه بشن و امیدواریم که اینطوری نباشه. بله بعدم اینجور یه چیزایی گفتن که بله حالا برای اینکه مثل این که چیزشون کم افتاده نوشتن که باید تحریما رو حالا باید اضافه بکنی افزایش تحریما نوشتن که به گزارش تسلیم کریس بکمایر معاون هماهنگ کننده سیاست تحریم ها در وزارت خارجه آمریکا و مشاور آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که این آقای جان کری هم یهودی الاصل که اسمش رو عوض کرده، این اسمش کهن بوده حالا کرده جان کری،
وزیر امور خارجه آمریکا در نشستی در مرکز مطالعات راهبری بین آمریکا درباره توافق وین گفت روسیه و آمریکا در برخی از حوزه‌ها اختلاف نظر دارند، اما توافقستان درباره توافق هسته ایران به یک اتفاق نظر برسند که نتیجه آن رسیدن به نتیجه موفقیت‌آمیز بوده است که میتوان از این فضا برای حرکت در مسیر مسائل و چالش‌های مطرح نیز استفاده کرد. وی در ادامه گفت توافقی که به آن دست پیدا کردیم بسیار پیچیده‌تر از توافق‌هایی است که دولت آمریکا تاکنون به آن دست یافته است. نگرانی کشورهای خلیج فارس، حوزه خلیج فارس این نیست که با توافق هسته‌ای قدرت اقتصاد ایران بیشتر می شود. تحریم‌ها به اقتصاد ایران ضربه زیادی رسانده و حفره‌های زیادی را به وجود آورده. باید پر شود. ایران نمی تواند در آینده نزدیکی به مرکز اقتصادی منطقه تبدیل شود. یعنی انقدر میگن ما اینو زدیم دست و پاشو خورد کردیم له له ورداشت کردیم این تا بیاد بلند شه دست و پاش را بیفته فلان بشه، به قول اون مثال قبلی که میگفتم میگن شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لف لف خورد گه دانه دانه. اینو دارن میگن که ایران فکر میکنه که آره به مجردی که 5 میلیارد دلار بهش دادن اینجا میشه اقتصاد قوی میشه فلان میشه. خودشون میدونن که چه ضررهایی زدن، چه اشخاصی از داخل و خارج به اینا کمک کردن و اینا هم دارن اینجا دارن میگن بله که یک همچین چیزی نخواهد شد. یعنی بیخودی اون افرادی که دور بر خلیج فارس هستن به اونا میگن بیخودی خودتون رو ناراحت نکنید که این توافق یا هر چیز بین امریکا و پنج متحداشون و ایران انجام شده، این یه جایی خواهد رسید که ایران باز فلان کنه بهمان کنه. ولی خب باز هم میگیم هر حرف اینا میدارن ما میگیم کور خوندیم که اینا رو درست بدونن. بله در آیان نزیم دقدقه اصلی ما اون خلیج فارسی ها رو میگن در حال حاضر این است که ایران گام هایی بردارد که به نگرانی های ما در حوزه منع اشای هستی مربوط است. اینا ما نفهمیدیم معنیش. وی در ادامه در پاسخ به سوالی که درباره نوع تحریم هایی که برداشته می شود گفت ما در طول مذاکره همواره به طرف ایرانی می گفتیم که فقط درباره یک نوع از تحریم ها صحبت می کنیم، یعنی تحریم هایی که در چند سال اخیر اعمال شده به مسئله هسته‌ای ایران مربوط است. این مسئله از طرف ایرانی ها نیز کاملا درک می کردند. به معنای آن است که با توافق هسته‌ای همه تحریم‌های ما علیه ایران برداشته نخواهد شد. لف لف و پنبه دانه دانه دانه. تحریم‌هایی وجود دارد که به علت حمایت ایران از تروریسم اعمال شده است. این تحریم‌ها با قوت خود باقی خواهند ماند. تحریم‌های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران نیز همچنان باقی خواهند ماند. تحریم‌هایی که وجود دارد که به حمایت ایران از رژیم بشار الاسد رئیس جمهوری مربوطه است، این تحریم ها نیز باقی خواهند ماند. بنابراین میبینیم که بسیاری این تحریم ها همچنان باقی خواهند ماند. بس جشن برای چی گرفتین تو تهران؟ اون 10 نفر 20 نفر که اومدین رقصید رو آلاس خارجی دارید میجوید و شکلات خارجی دارید میخورید جشن گرفتید. و اینا چی دارم میگن؟ این آقای لاوروفه همسایه شماریتون. بله وی در ادامه اضافه کرد یکی از تحریم‌های اصلی که باقی خواهد ماند علیه اشخاص و نهادهایی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا آنها را به علت حمایت از تروریسم در فهرست تحریم‌هاش قرار داده و این تحریم ها یکی از اقدامات اصلی ما برای مختل کردن شبکه تروریستی ایران در سراسر جهان بوده است. این تحریم ها باقی خواهد ماند. خب مقامات ایرانی که نام آنها به علت حمایت از حزب الله، حماس و دیگر سازمان‌های تروریستی در فهرست تحریم قرار دارند همچنان باقی خواهند ماند. بانک‌های ایرانی نیز که به همین علت در فهرست تحریم قرار دارند همچنان تحریم خواهند بود. بانک صادرات که به تأمین مالی حزب الله مشغول بوده است همچنان در فهرست تحریم خواهد بود. بر اساس قانون تحریم
کامل ایران که در سال 2008 تأسیس شد، اگر بانک های خارجی با این افراد و نهادهای تحریم شده ایران تعاملی ملی داشته باشند، به انتقال پول از ایران به لبنان یا مکانهای دیگر مرتبط با این فعالیت ها کمک کنند، دسترسی این بانک ها به شبکه مالی امریکا قطع می شود و حتی اگر پول مذکور به بانکی در لندن متراشد، این نوع تحریم ها به قوت خود باقی خواهند ماند و ظرف و طرف ایرانی که کاملا این نکته را درک می کند ما می دوانیم پس از توافق هسته‌ای نیز به اعمال این تحریم ها ادامه بدهیم. ما در روند مذاکرات نیز به صراحت اعلام کردیم که قصد داریم این تحریم ها را ادامه بدهیم و اگر بانک جدیدی در ایران بخواهد به تأمین مالی حزب الله مبادرت کند، حتی اگر بر اساس طلاق بیان از فهرست تحریم ها خارج شده باشد، به علت حمایت مالی باز دوباره به تحریم ها باز خواهد گشت. بس بفرمایید که ببینید چی دارم بهتون میگن. ببینید خوب چه بهتون میگن. یه گروهی رو بیارن دو ساله راه انداختن، اسمشو داعش گذاشته، ISL گذاشته، هزار جو اسمش گذاشتن، بعد رسوا شدن خودشون، بعد میگن که اینا از فروش نفت دارن امرار معاش میکنن و پول به دست میارن. و تا اونجایی که ما داریم میدونیم نفت مثل خروز و هندونه نیستش که بفروشی. نفت رو باید توی یک مخفضه های مخصوصی بریزی، لوله های مخصوصی اینا رو باید ببره، یه کشتی چیزی بیاد اینا رو بار کنه ببره به یه جایی برسونه، یه خریداری داشته باشه، وسط اقیانوس باشه، این ور باشه اون ور باشه. از اون روز اولش اینا گفتن که این داعش ISL هرچی اسمشو خودشون گذاشتن و رسوا شدن. اینها افرادی هستن که خیلی باشعورن، خیلی سرشون میشه، ما نمیدونیم با اینا چطوری رم برخورد کنیم فلان کنیم. از فروش نفت دارن اینا چیز میکنن، قدرت مالی پیدا کردن. خب نفت که علف خرس نیستش که، نفت از این جایی داره در میاد، از اون جایی هم که در میاد شما اینقدر چشم داری تو آسمون و زمین و زمان همه جا میدونی چه خبر هست. خب این نفتی رو که اینو دارن میفروشن، یه روز برین اونجا رو بمبارن کنیم. چرا مردم بیچاره بدبخت این ور اون ور دارید بمبارن میکنید، میگی بمبمون هدر رفت، چون ما کسی رو نداریم که هدف سازی بکنه برای ما. آخه اونهایی که اطلاع ارتشی دارید میدونید که در این طور کارها معمولا یک افرادی هستن با دوربین های مخصوصی در این منطقه مستقر میشن و به هواپیماهایی که در اونجا دارن پرواز میکنن اطلاع میدن که شما دو درجه بروی و یه درجه اون بر بمبت اونجا بنداز که به هدف بخوره. و برفرض هم اگه نخورد، همون موقع به اون اطلاع میدن که مثلا یه ذره این ورتر بود، حالا برو اون ورتر. حالا چاه نفت یا مرکزی که این نفت داره تولید میشه یه ذره جا که نیست، کلی جا هست، یه بمب بندازید وسط اونجا اگه میگید اینا از پول نفت دارن به جایی میرسن. بعد به ما میگن که بله تمام صنایع نفت عراق تحت پوشش حفاظت دولت امریکا و سربازان امریکایی هست که نفت رو باید بفروشن و اون پول هایی که اونجا بردن خرج کردن و مردم رو کشتن و این عراق رو اینطور خراب کردن، زیر و رو کردن، این پول ها رو دارن میگیرن و میبرن. خلاصه آگاه باشید، برید بپرسید، برید پژوهش کنید، پیدا کنید، ببینید اینقدر دروغ به خوردتون نده که دلتون داره چیز میشه که بله ما حالا دیگه ورود آداس به ایران آزاد شد، آدامس ریگلی میخریم، آدامس هم فلان کس رو میخریم، آدامس فریز میخریم، آیس میخریم، وای به حال شما. بله اینطوری. یه آقایی به نام مایر گفت، حالا این چی گفت؟ گفته میشود که اگر تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال شود، این کشور از توافق هسته‌ای خارج خواهد شد. اما باید توجه داشت که این تحریم ها از نوعی متوافد است. ایران میتواند هر استدلالی را که برای خروج از توافق هسته‌ای بخواهد مطرح کند، اما واقعیت این هست که در توافق وین هیچ التزامی برای خودداری ما از اعمال تحریم های جدید در این حوزه ها وجود ندارد و دو طرف ایرانی کاملا دو طرف ندارد
و طرف ایرانی کاملا این مسئله را درک کرده است، بنابراین تحریم های ما و اقدامات دیگر ما برای جلوگیری از حمایت ایران از تروریسم همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. حالا ببینیم ایران حمایت از تروریسم میکنه، ایران حمایت از حزب الله میکنه. حزب الله یه خاریه که توی کفش قاصبین سرزمین های فلسطینه، نمیتونن را برن. تروریست ها به نظر اینها رژیم سوریه است، رژیمی رو که مردم اونجا انتخاب کردن. اینا اومدن گفتن نمیشه، اینها میشن تروریست. حالا هیچ کس بر نمیگرده بگه که بابا شمایی که اینقدر آدم دارید میکشید، شمایی که میرید کسی که تو خونش خوابیده بم میندازی توش، طفل کوچیکش رو کباب میکنید، به این هیچ کسی حرفی نمیزنید. حق نداری حرف بزنی. بله بله، اینم یکی جواب تعال این است که دست ایران فناوری هستی حساس ممعهان وید میگه در باره ابعاد جسارت گفت. یکی از نکات جالب توجه در برای توافق یعنی این است که دستیابی ایران به فناوری های هسته‌ای حساس ممنوع شده است. ایران یک قراردادی رو امضا کرد، اومد شد جزء چیز اتمی، نیروی اتمی، یک آژانس بین المللی نیروی اتمی سرامیز هست، اون رو امضا کرد ایران که ما به هیچ وجه در دنبال ساخت و ساز سلاح‌های اتمی حرفا نخواهیم موند، نخواهیم رفت. پس برابر این به ما اجازه بدید که هر چی راجع به این سند هست ما بتونیم یاد بگیریم، جز اون قرارداد این توافق هست که شما هر چی بخوای یاد بگیریم میتونید. حالا اینجا داریم میگه نه، ما یک چیزی علیه ایران داریم درست میگیم، تحریم جدیدی هستش که ایران نمیتونه از بعضی از پیشرفت های صنعت هسته‌ای استفاده کنه و در پیشرفت های صنعت هسته‌ای اونایی که هستن میدونن تنها ساختن بمب این حرفا نیست، هزار یک جور ازش چیز در ساختن آلیاژ آهن و آلیاژ های فلزی کلی ازش استفاده میشه، کلی پیشرفت ها هست، کلی کارا دارن میکنن. گفتن که برای شما ممنوع نمیتونید بکنید. تحریم های جدید حضور طرف ایران کاملا این اصلا درک کرده، برابری تحریم های ما و اقدامات دیگر ما برای جلوگیری از حمایت ایران از تروریسم همچنان به وقت خوب باقی مونده. درباره یکی از نکات جالب توجه دفاعیت دستیابی ایران به فرمان هسته‌ای حساس ممنوعه که همین رو گفتیم به شما و حق بله ما سازکاری به وجود آورده ایم که اگر ایران بخواهد به فناوری های هسته‌ای حساس دست پیدا کند باید موافقت کمیسیون مشترکی را به دست بیاورد که اعضای آن همه کشورهای حاضر برای رسیدن به هسته‌ای میان بوده است. موافقت در این زمینه باید بر اساس اجماع باشد. با این اوصاف آمریکا درباره دستیابی ایران به مواد یافت یا فناوری های هسته‌ای حساس حق وتو یک جانبه دارد. اگر ایران در این مسیر حرکت نکند نقض برنامه جامعه مجرد و در این صورت ما میتوانیم با اقداماتی از قبیل اعمال سریع تحریم ها امثال ها مورد بگیریم. خب یعنی چطوری شد با دوره؟ من نمیدونم اینا رو در ایران واقعا منعکس دارم میکنن یا این کسی که اینجا داره حرف میزنه برای خودش داره حرف میزنه. داره میگه بله شما حق دارید از نیروی صلح‌آمیز اتم استفاده بکنید، ولی اگر پروژه‌ای دارید اون باید اول بنویسید به ما بدید ما نگاه بکنیم و این چند شورای کس اینها رو نگاه بکنن و تنها یک دولت اجازه داره اینو وتو کنه، اونم آمریکا. یعنی بقیه شما باز دوباره قاق. الله اکبر. بله بله واقعا مایه تاسف، آدم اصلا دلش درد میگیره این چیزا رو میخونه. هاراتس هم گفته در اون پژوهش تحلیلگران یورش نتانیاهو به سند برجام و راه اندازی تبلیغات برای رد آن در کنگره را ضعیف
باخت برای سرزمین های قاسمین سرزمین های توصیح کرده شرایطی که این رژیم را در وضعیت بهتر و نابهتر قرار میدهد. در دوره منع فروش تسلیحات به ایران به نفع متحدان بهره برداری میکنه. جان ویلستال یک کسی است که در کارهای اسلحه است، در سند برگزار یه جایی نوشته که این دوره است که ما انتظار داریم از آن به نفع خودمان بهره برداری کنیم. دولت امریکا در ماه‌های گذشته تلاش کرده نگرانی‌های متحدانش در خاورمیانه را به نتایج پایان مذاکره هسته‌ای به دید تردید می‌نگرند را با وعده فروش سلاح‌های بیشتر کاشف کرد. یعنی چی؟ ما با ایران میاییم توافق می‌کنیم، این توافق که شد کلی اسلحه به این عرب‌هایی که اونجا هستن در خلیج فارس زندگی می‌کنن می‌فروشیم، می‌گیم ببین ما توافق کردیم این اسلحه رو به شما میفروشیم، اگه اونا خواستن روشون رو زیاد کنن شما از این اسلحه استفاده کنیم، ما کمک دارم میکنیم. همون کاری که در یمن دارن میکنن و واقعا خیلی دلخراش این کار. معاون سفیر انگلیس در آمریکا در یادداشتی نوشت معماری تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران حفظ شد و این اتحادیه در صورت عدم پایبندی ایران به مفاد برجام برای بازگشت با تردید نخواهد بود. در اینا همینطوری دارن تبلو میزنن و ما نمیدونیم واقعا اینو در ایران چطوری شده. تحلیل های حاکی از آن است که لابی های حامی رژیم صهیونیستی در رأس آنها و گروه ایپک یک گروهی هستن که برای پشتیبانی از قاسمین سرزمین های فلسطین در آمریکا کلی خرج میکنن و کلی تبلیغات میکنن. نوشته که همین باره میشه که قانونگذاران دموکرات آمریکایی که هنوز درباره رأی خود به سند پایانی مذاکره تصمیم نگرفتن توجهی به تبلیغات تروریستی لابی صهیونیستی ندارن و بیشتر در دیدگاه های راه هندگان آمریکایی توجیه دارن توجه کنن. بله بابا اینم هیچی دیگه، واقعا میگم روز میگذره روزگار میگذره هر کسی میاد یه چیزی میگه. بذارید حالا ببینیم رهبر چی فرمودن. اینجا متن زیر بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در خطبه دوم نماز عید فطر است. راجب توافق دیدن افتاد این متن را به دقت بخوانید. بله. یک، برداشتی از آن دارید نگارنده در این باور است که حضرت آقا در این فرازها از دغدغه خویش نسبت به برخی از آنچه بر توافق آمده خبر دادهاند. دغدغه بزرگ درباره اصول مبانی انقلاب و نظام است که نباید از نگاه مسئولان به بررسی کنند برای دور من، اما راه کار موثری بر دهرشان که مانند همیشه از نگاه بله اینا میگم یواش یواش اون طرفی هم داره حالیشون میشه که چه کلایی برای اینا دوختن و چه عاقبتی برای اینا خواهد بود و بالاخره افرادی که در سطح رهبری جمهوری اسلامی ایران هستن سنشون هم از 70 سال بزرگتره یا بعدیشون از 80 سال بزرگتره و جوانهایی که ما بشناسیم با شما نمیم بشناسید یعنی که در سیستم هستن که در این سیستم پیش خواهند رفت و چرخ پیشروی و پیشرفت مملکت و جمهوری اسلامی ایران رو خواهند چرخاند. اینها کیا هستن کیا نیستن و اگر ما فقط و فقط امیدمون به یک نفر باشه و این نفر بالاخره همه ما رفتنی هستیم فرق نمی کنه که بعد یک همچین چیزی بشه اون وقت اوضاع مملکت چطور خواهد بود؟ آیا مجلسی که نمایندگان مردم هستن اینها قدرتی دارن که بتونن کاری بکنن؟ در حال حاضر صحبتهایی داره میشه که مجلس رو میخوان دور بزنن یا شما چیزی بلد نیستید و نباید مثلا اصلا دخالت کنین، کاری نیست که به شما مربوط میشه و
یه عده در مسجد مجلس ببخشید در مجلس خیلی پافشاری دارن میکنن که بابا ما نماینده ملت هستیم، ما رو انتخاب کردن فرستادن اینجا، هر توافقی شده هر چیزی شده ما باید بتونیم بخونیم بفهمیم درک کنیم، بلد نیستیم بریم از افرادی بپرسیم، وقت هست هنوز، وقت هست که بتونیم این کارا رو بکنیم یاد بگیریم. و از یه طرف هم خب اونهایی که سراندار کار هستن خیلی نمیدونم این را جست دلش درد میکنه که بگه همین آقای صالحی دارم میگن بله ما قرار تا یه چند روز دیگه چیزای خودگردان هایی که میچرخه رو توش گاز تزریق بکنیم و این کار خواهد کرد، یکی فلان خواهد شد فلان، برن یه دفعه دیگه میاره این 10 سال طول میکشه تا به جایی برسه. یکی میگه آره برفض هم اگه ما بخواییم یه سطل آب داشته باشیم، تلمبه‌ای که داریم 2 قطره در روز داره آب میکشه، برای اینکه یه سطل آب پر بشه 20 سال طول خواهد کشید. ما همه داریم این سطل رو ببینم کدوم حرف شما رو حالا ما قبول کنیم، اونهایی که در رأس هستید متخصص هستید تحصیل کرده هستید این چیزا رو میدونید، از این طرف این حرف رو میدونید، از این اون سر رو میدونید، بعد هم میگن بله اصلا ما ذخایری نداریم که بتونه این کارا رو بکنه. این حرف ها از کجا داریم؟ بله وقت ما تموم شد، انشالله همه تو خوب و خوش خورم باشید، هفته آینده هم اجازه بدید خدمت رو میاییم، امیدواریم اینطوری آیه نحس و سر چی میگن یس نباشه، این چیزهایی که آدم میخونه و میشنوه بدونید الله سبحانه و تعالی همه تون رو خلق کرد، دوستتون دارید، وقت خودتون رو قدیمت بدونید و خوشحال باشید. تا هفته آینده مرحمت هایی تشکر میکنم از خود بروشم، مرسی. من ای فدایت جان و تن من، مرغ و